ای امام و رهبرم یا حسین، ای پناه آخرم یا حسین، ای امید محشرم یا حسین، ای امام و رهبرم یا حسین، ای پناه آخرم یا حسین، ای امید محشرم یا حسین، ای امام و رهبرم یا حسین، ای پناه آخرم یا حسین، ای امید محشرم. حسين شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا رسول الله وآله آل الله وعلى أعدائهم لعنة الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. سلام عرض میکنم از سر صمیمیت و اخلاص محضر شریف شما عزیزان بیننده، شما که عزادار اهل بیت هستید، عزاداران حضرت سید الشهدا و تماشاگران شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. عزیزان بیننده، با برنامه آب و آفتاب در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز ما امروز جناب دکتر محمد علی مجد فقیهی، چهره‌ای که برای شما آشناست، هم در این شبکه و هم سایر شبکه‌های مذهبی که
کما بیش مباحث ژرف و عمیقی که تقدیمتون کرده اند، پژوهش هایی که درباره نهج البلاغه و سایر مباحث معرفتی انجام داده اند آشنا هستید با ایشون. من چند تا از آثار ایشون رو نام میبرم. یکی از آثار ایشون آشنایی با صحیفه سجادی است که به حمدالله با استقبال خوبی روبروست و شمارگان چشمگیری هم دارد. همین مباحث هم در رسانه‌های شیعی طرح شده. دیگری درآمدی بر انسانشناسی نهج البلاغه و کتاب دیگر نفی خشونت مبتنی بر جنسیت که به انگلیسی ترجمه شده فی الواقع و بناس متن فارسی اون هم انشاءالله با عنوانی دیگر به فارسی راهی بازار نشر بشه. شرایط عمومی اجرای حدود کتابی است فقهی و روایی که باز هم از آثار ایشون هست. علاوه بر این مقاله های فراوان، پژوهش ها و تدریس هایی که ایشون انجام دادن و تألیف کردن این آثار رو مزید بر این عناوین هست. عزیزان بیننده، مثل جلسات پیش مقدمتا عرض میکنم که هر ثوابی که از این برنامه میبریم به نیابت از شما و همچنین از طرف خودمون پیشکش میکنیم به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. و مثل گذشته باز عرض میکنم که حرف ما حرف برادران حضرت یوسف است که ای عزیز فاطمه، ما گرفتاریم، بضاعت مزجات ما همین تلاش های ناچیزی است و اثر عنایت و کرم و لطف و از باب تصدق به ما عنایت کنید و از شمار ارادتمندان و غلامان این درگاه نرانید، دورمون نکنید، که خداوند صدقه دهندگان رو دوست داره. ضمن اینکه عرض میکنیم که این امریست الهی که و اما السائل فلا تنهر و ما دستان سؤال و نیازمون همواره به سمت شما دراز است و یقین داریم که توهی بر نمی گردد. عزیزانی که مایلن این مباحث رو یادداشت کنن، عرض میکنم خدمتتون که بحث انشاءالله لطیف و زیبا و در این حال کاربردی و مبتلا اون به رو خدمت شما تقدیم میکنیم. مثل جلسات قبل انتظار داریم یادداشت کنید، با ما در ارتباط باشید، تکرار برنامه رو ببینید و اگر برنامه های گذشته رو هم مایلید دنبال بکنید، تماس بگیرید با شماره هایی که در صفحه تلویزیونتون معمولا هر روز حک میشه و با عنوان مؤسسه فرهنگی فدک، محصولات فرهنگی فدک، شماره های گذشته این مباحث رو برای شما پست میکنن. خب بدون مقدمه من میخوام بحث رو آغاز کنم و به نیابت از شما عزیزان بیننده محضر استاد ارجمند و جناب دکتر فقیهی سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم شبکه امام حسین علیه السلام عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکر. علیکم السلام و خیلی خوش آمدید. به قول اون شاعر عرب، یا ویفنا یا ویفنا لو زرتنا یا زرتنا، حالا من زرتنا میخونم، لرعیتنا نحن الضیوف و انت رب المنزل، یعنی شما صاحب خانه اید اینجا. به دلیل اینکه از معارفی که حضرت عالی بیان میکردید بارها استفاده کردیم در همین برنامه، تبار این برنامه را اگر به کاوش بگیریم، نخست با عنوان چلچراغ در خدمت شما بودیم، در برنامه شور حسینی در خدمت شما بودیم، در ویژه‌نامه حضرت امام هادی باز از فرمایشات شما استفاده کردیم و الان برنامه آب و آفتاب است که مباحث اون عمدتاً عاشورا پژوهی است، یعنی مطالب و مسائلی که مرتبط است با عاشورا. موضوعی که انتخاب کردیم و خود حضرت عالی هم پیشنهادتون همین بود، این بود که در مباحث عاشورایی آیا هر کسی میتونه وارد گود بشه و بحث بکنه
ارزیابی و تحلیل مسئله عاشورا کار هر کسی است، چه شرایطی داره و ویژگی های چون این کسی چه باید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه به این بحث بپردازم در رابطه با اظهار لطف حضرت عالی باید عرض کنم که ما همگی مهمان سفره اربابمون آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، نه ما، همه عالم هستی به توفیل وجود این بزرگواران به وجود آمده، روزی میخوره و اگر کمال و جمالی در عالم دیده میشه همه از سایه لطف و عنایات این بزرگواران هست. اما سوالی رو که مطرح فرمودید مطلب بسیار مهمی هست. اولا که چه در عرصه دین پژوهی به نحو معنای عام خودش و چه در عرصه در واقع مذهب پژوهی که شیعه باشه و اون جریان ها و حرکت هایی که توسط ائمه شیعه در واقع اتفاق افتاده، برای تحلیل اینها نیاز به دو چیز هست در معنای کلی خودش. یکی تخصص هایی که باید وجود داشته باشه و یکی سنخیت روحی که باید در میان باشه. هر کسی اگر بخواد در هر رشته بسیار متوسط و پایین دنیایی اظهار نظر بکنه مردم ازش نمیپذیرند مگر اینکه تخصص داشته باشه. اما متاسفانه هر سخنی را از هر کسی در زمینه دین میشنوند و هر کسی هم سخنگو میشود و جدی هم میگیرند و گاه به عنوان یک شبهه مطرح میکنند، در حالی که اون کسی که در این زمینه سخن گفته حرف زده کسی است که نمیتواند و حق این رو ندارد که بدون آگاهی و آشنایی و توانمندی لازم سخن بگوید تا سخن او مطرح شود تا بخوایم پاسخ سخن او را بدهیم. متاسفانه چنین بلا و آفتی رو اگر مراجعه به سایت ها بکنیم، به برخی شبکه ها بکنیم، این رو مشاهده میکنیم و یه آفتی است که مانند آفت هایی که گاهی حمله میکنه بر درخت ها و بر مزارع و کشتزار ها، یه همچین آفتی الان در واقع در عرصه مطالعات دینی حضور پیدا کرده. خلاصه ای کلام حضرت عالی این هست آقای دکتر که بحث دین بحث ساده ای نیست که هر کسی بتونه واردش بشه و بحثی نیست که هر کسی بتونه سخن بگه دربارش. تخصص میطلبه. ما برای بیماری ساده مراجعه میکنیم به پزشک، محکم هم وای میسیم پای این حرف که خود درمانی نکنید، بیهوده دارو مصرف نکنید. اما در بحث دین که این همه اهمیت داره و اصلا قابل مقایسه نیست با مثال من، هر کسی حرف میزنه، میشنون، تحلیل ها رو میپذیرن و حتی مانع نمیشن. یعنی ما یه نفر بیاد درباره بیماری قلبی حرف میزنه بشیم بگم شما تخصص ندارید، این حرف رو نزنید، ممکنه از یه باور کنند، اما در بحث دین نه، صرفا گوش میشه. بفهمید همینطور هستش. متاسفانه حساسیتی که ما برای جسم خودمون قائلیم و اون رو در اختیار هر طبیبی و هر صاحب هر کسی که نظری ارائه میده نمیدهیم، روح خودمون، عقل و قلب خودمون رو چرا چنین مراقبت نمی کنیم؟ اندیشه ما همه وجود ما هست، قلب ما مرکز فرماندهی وجود ما هست و اینها بعد از مرگ تن باقیه و ابدیت ما با این گره میخوره. همون گونه که ما هر غذایی رو که میخوام بخوریم این رو نگاه میکنیم که آیا مهر استاندارد داره یا نه. چرا؟ چون واهمه داریم که غذای نامناسبی به دستگاه گوارشمون فرستاده بشه و در پی اون بیماری جسمی بگیریم، که حالا بگیریم یا نگیریم هم مهم نیست از جهت اینکه تن بقا نداره. اما در این که آیا مطلبی، سخنی، حرفی به اندیشه ما، به روح ما میخواد وارد بشه، در اون مطالعه نمی کنیم و از اون کانال استاندارد خودش عبور نمیدیم. اینی که قرآن کریم داره که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذای خودش بنگرد، در روایات داریم از ائمه هدا علیهم صلوات الله
ای الا علمه امن یأخذه، یعنی به علمش نگاه کنه که علم خوراک روح انسانه، این رو از چه کسی میگیره؟ و علم هم در لسان اهل بیت هر دانسته رو علم نمیدونه. بله. این هم هست، همین جور هستش. خب حالا در مورد اون سوال، این مقدمه رو که عرض کردیم این است که اولا برای تحلیل حرکت سید الشهدا و تاریخ کربلا باید این نکته توجه بشه. من مثال بزنم، اگر کسی بخواد تاریخ سیاسی کشوری رو بخونه باید اهل سیاست باشه، شم سیاسی داشته باشه تا بتونه این وقایع رو مانند یک پازل کنار هم بچینه، نتیجه بگیره و بعد بهره سیاسی برای سیاست خودش در واقع اخذ بکنه. خب اگر کسی که هوش سیاسی نداره و شم سیاسی نداره، مطالعه تاریخ سیاسی مانند قصه های مادر بزرگاست که طرف رو میخواد خوابش نیبره بخوابه. بله. و اونچنان براش مفید نخواهد بود. همین گونه هست تاریخ پیامبران، تاریخ انسانهای رشد یافته، هدایت شده، مهتدی. اگر کسی که در فضای هدایت و فضای رشد و کمال نباشه، از این تاریخ بهره ای نمیبره و نمیتونه تحلیل کنه که چرا فلان پیامبر این کار را انجام داد، چرا پیامبر اکرم چنین کرد، چرا امیرالمؤمنین توی جنگ چنان رفتاری انجام داد. کسانی که در یک سیاست ماکیاولی و سیاستی کاملا شیطانی دارن حرکت میکنن که هدفش غلبه بر دشمن و پیروزی بر او هستش، نمیتونه بفهمه یعنی چی وقتی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بر آب مسلط شد، آب رو بر روی دشمنان نبست. میتونست با این کار به اون جنگ خاتمه بده، اونها رو از بین ببره، دشمنش رو نابود کنه و پیروز بشه. نمیتونن اون رو بفهمن که امیرالمؤمنین برای پیروزی نمی جنگه، برای احیای ارزش‌های انسانی می جنگه و لذا در میانه جنگ ارزش‌ها رو رعایت میکنه حضرت. همین گونه در قصه کربلا هستش. اگر کسی میخواد تاریخ امام حسین رو مطالعه کنه، اسرار حرکت‌های عاشورا، رفتار سید الشهدا رو بفهمه، این شخص باید خودش رو در مسیر تعالی انسانی قرار بده. هیچگاه یک جنایتکار نمیتونه یک مظلومی رو در واقع رفتاری که نسبت به او انجام شده تحلیل انسانی ازش داشته باشه. بله. کما اینی که یک بخیل نمیتونه حرکت یک کریم رو درست ارزیابی کنه. این نکته اولی که میخوام عرض کنم، بحث تخصص فعلا نیست. نکته اول بحث سنخیت روحی با اون فضای مورد مطالعه هستش، یعنی یه جور همگونی و همسانی روحی بین موضوع داشته باشه، باید باشه. و الا طبیعتا انسانی که در دنیا قوته‌وره، حرکتی که در واقع پیامش اینه که فریب دنیا را نخورید، این حرکت رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تحلیل کنه. کسی که در عشق به نفس نشسته و خودبینه، نمیتونه کسی رو که محو خداست و عاشق خداست رو ارزیابی بکنه، عاجزه از این موضوع. لذا اولین ویژگی برای کسی که میخواد اقدام به فهم حرکت حسینی صلوات الله علیه بکنه این است که از جهت روحی خودش رو در این مجرا قرار بده و یک انسانی باشه که براش انسانیت مهم باشه. لذا ما میبینیم شخصیت هایی که شیعه نبودند، از اهل سنت بودند، یا مسلمان نبودند، مسیحی بودند و یا حتی دین نداشتند، اینها اومدن روی امام حسین کتاب نوشتند، اما کسانی بودند که انسانیت رو باور داشتند و علاوه از زاویه انسانی اون عظمت ها رو دریافت کردند در اون مرحله و در اون حدود. علاوه میبینیم هر کسی که بهره ای از درجه ای از کمال و انسانیت داره،
تو این عرصه اگر وارد بشه دریافت اون عظمت ها و زیبایی ها رو خواهد کرد و الا نه. جهت دوم این هستش که این نکته رو من عرض کنم که قرآن کریم این اشاره رو داره. این نکته که من عرض می کنم نکته است که در قرآن کریم آیه 111 سوره یوسف بهش اشاره شده. می فرماید که لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب، یعنی کسانی که دارای لبند، یعنی خرد نابند، نه صرف اندیشه. بله. ما یه اندیشه داریم، انسان اندیشمند، اینا ممکنه اندیشهشون اسیر انگیزه ها باشه، اسیر هواهای نفس باشه، مثل اندیشه های اقتصادی. بله. اندیشه های اجتماعی. بله. سیاسی. بله. حتی اندیشه های در عرصه جهانشناسی هم ممکنه باشه، حتی خداشناسی، اما این اندیشه اسیر انگیزه است، یعنی هوای نفسشه که بهش میگه این گونه فکر بکن و برو جوری فکر بکن که بگی خدا نیست، بگی دین واقعیت نداره. یعنی در واقع چنین اندیشه هایی رو بهش در قرآن کریم لب نمیگه. لب یعنی اندیشه خالصی که از پوسته تخیلات، از پوسته انگیزه های نفسانی بیرون اومده، یعنی خردی است که فقط میخواهد واقعیت و حقیقت رو ببینه. چنین خردی قصه های رشد یافتگان و بزرگان تاریخ بشریت و پیامبر و اهل بیت برای اینها عبرته. عبرت یعنی چی؟ یعنی عبور دهنده است از ظاهر قصه به باطن قصه. به باطن. و همچنین در آیه اشاره داره ما کان حدیثاً یفترا، این داستانهایی که گفته میشه خیال نیست، افسانه نیست، قصه رستم و سهراب نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، صدق اینها و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. بعد از خرد بحث ایمان رو مطرح میکنه، یعنی کسانی که خدا باورند میفهمند یعنی چی، یعنی چی حرکت سید الشهدا، یعنی چی اون استواری امام حسین در زمانی که تنها شده، یعنی چی اون لبخند سید الشهدا در گودی قتلگاه، تمام اینها رو میفهمند. نکته هایی رو دریافت خواهند کرد که دیگران عاجزند از دریافت این موضوع. پس کسانی که اهل خرد نابند و اهل باور به خداوند تبارک و تعالی هستند، وقتی در برابر قصه کربلا قرار میگیرند، اون عظمت ها رو و بخشی از اونها رو میتوانند دریافت کنند. پس این در واقع اولین نکته در ارزیابی این حرکت و فهم این حرکت و تحلیل این حرکت هستش. جهت دوم در تحلیل حرکت سید الشهدا این است که فرد باید به شخصیت آفریننده این حرکت که سید الشهدا صلوات الله علیه باشه شناخت داشته باشه. اگر واقعه رو ببینه اما آفریننده این واقعه رو نشناسه، باز از تحلیل این واقعه عاجزه. با یک مثال روشن عرض بکنم. این بحث توی نقد ادبی مطرحه، یعنی بحثی کاملا آکادمیک هست و پذیرفته شده هستش. حتی در بحث‌های هرمنوتیک که امروز مطرحه این بحث به طور جدی بهش توجه شده، و اون اینه که ما برای فهم سخن یک شاعر، یک نویسنده، باید فضای ذهنی او و شخصیت او رو کاملا بشناسیم و الا نمیتونیم تحلیل کنیم. خب این نکته که روشن شد، ما وقتی شخصیت فرد رو شناختیم اون موقع میام میگیم این شعرش، این کلامش جنبه حقیقی داره یا جنبه نمادین داره، چه جنبه‌ای داره. من اجازه بفرمایید مثالی بزنم اینجا برای اینکه بینندگان واضح‌تر ببینم. ما یه شعری داریم در عربی، علی الدر و ذهب المصفى و باقی الناس کلهم تراب. علی در، طلای تصفیه شده است، طلای نابه، و باقی مردم همه خاکن. اگر شخصیت این شاعر رو ندانیم میگیم عجب شاعری است، واقعا چه ارادتی داره به اهل بیت، چقدر ایشون زیبا گفته، چقدر زیبا توصیف کرده حضرت امیر رو.
اما اونی که با شخصیت شاعر آگاه میدونه این شاعر برای بردن یه جایزه مجبور شده خلاف میلش حضرت علی رو مدح کنن. جایزه ای بوده، گفته هر که به خوبی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را ستایش کند، مدح کند در یک بیت، این مال اوست. خب این هم بر بردن این اومده این شعر رو گفته. خب حالا شاعر کیه؟ یزیده. یعنی داستانی بوده، دری بوده دست معاویه، در مجلس خصوصی خودشون، خودش و امرؤاس و یزید، اونا در خفا میدونن حضرت امیر کیه، جلوی مردم شکل دیگری نشون میدن. عادت امرؤاس این بوده وقتی میدید دست معاویه چیز ارزشمندی است، شروع میکنه به تعریف کردن از اون، حالا انگشتر یا هرچی. معاویه هم رو میداد معمولا. این دفعه این در رسیده، این گوهر رسیده، شروع کرده به تعریف کردن. معاویه بهش گفت این دیگه فایده نداره، هرچی تعریف کنی بهت نمیدم، چون خیلی ارزشمند. پسرش یزید که با شعر و شاعری آشنا بود، گفتش که من یه پیشنهاد میدم، هر کس خوب شعر بگه. معاویه هم برای اینکه بهره دیگری به شکل دیگری ببره، گفت هر کس درباره علی ابن ابی طالب یک بیت خوب بگه من اینو بهش میدم. خب اگر ما بنا باشه شخصیت اصلی رو که درباره او داریم پژوهش میکنیم نشناسیم، پژوهش ما بی تردید ناقصه. مثال همون شعر حافظ و سعدی، یا همین بیت ناب که از دهانی پلید در آمده، یا مثلا و اشعاری که درباره حضرت امیر داریم از شافعی، رئیس مذهب شافعی ها. خب اگر تو چنین عقیده ای داری که علی ابن ابی طالب اینقدر ارزشمنده، چرا پیرو او نیستی؟ چرا او را امام اول خودت نمیدانی؟ بفرمایید. درسته. و همین موضوع حتی ببینید در قضیه شما فدک، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این حضرت آمدن در مسجد و بخشی از خطبه راجع به فدک، عمده بحث‌های مهم معرفتی و اساسی رو حضرت مطرح میکنن. اما اگر کسی نشناسه صدیقه طاهره کیه، میگه جریان یه جریان کاملا اقتصادیه، در حالی که میبینیم اون کسی که جامعه لباس عروسی خودش رو شب عروسی به فقیر میده، اون کسانی که سه روز غذای خودشون رو به یتیم و اسیر میدن، اون کسی که همسر او وقتی به حاکمیت میرسه برای اینکه برسونه که ما دنبال دنیا نیستیم، میگه فقط ما اصناب فدکن و غیر فدک، با فدک چی کار داریم؟ اگر نشناسه حضرت صدیقه طاهره رو، بیانی که حضرت از فدک کرده کاملا مادی برداشت میکنه، در حالی که حضرت این رو خواسته بیان کنه به اینی که برساند که کسانی که در رأس کار هستن چه انسانهایی هستن و اونها چه نقشه‌ای در سرشون دارند، و الا هوش نیازی نداره به اینی که فدک رو داشته باشه یا نداشته باشه، و برایش اهمیتی نداره این موضوع. لذا ببینید خیلی مهمه این مسئله که قضیه دفاع از فدک چه کسی انجام میدهد، کسی که به دنیا نگاهی نداره. و لذا در تحلیل این خطبه باید شخصیت صدیقه طاهره حضور داشته باشه تا بشه خطبه تحلیل بشه. همین موضوع در قضیه عاشوراست. اگر کسی نشناسد که سید الشهدا کیست، اون حقیقتی که وقتی میاد میخواد حرکت بکنه میفهمد، یعنی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، هیچ انگیزه نفسانی، هیچ گونه هوا در این حرکت حضور نداره، خدای خداست. کسی که در نامه به کوفیان حضرت میفرماید امام رو که تعریف میکنه لعمری مل امام الا العامل بالکتاب، در آخر میفرماد الحابس نفسه على ذات الله، کسی که همه وجودش رو حبس برای خدا کرده و وابسته مطلق به خداست، این اومده این حرکت رو داره انجام میده. کسی که اگر بفهمد سید الشهدا چنین است، نگاه حضرت معنا داره، سخن حضرت معنا داره، و چه معنایی داره؟ اینی که از همه اینها بوی خدایی میاد، بوی آیه خدا بودن رو میده و نشانه ای از اون هست. لذا میگرده تو تمام این جریانات این نکته رو دریافت بکنه که
این قضیه عاشورا آیتا للعالمین. همینطوره، دقیقا همینطوره. این قصه رو خواهد فهمید، کما اینی که همه عالم آیات خداست و کسی نمیبینه آیه بودنش رو، چون خالق رو کنار مخلوق و صنعش نمیبینه. همین گونه هست در این قصه که اگر نشناسد آفریننده این قصه کیست، و اون کسی که اومده شخصیتی است که در اوج بندگی خدا و اوج معرفت خدا و از همه هواها رسته، اون اومده داره چنین حرکتی رو انجام میده، پس تمام حرکتش آیتا للعالمینه. اینم نکته دوم در مورد تحلیل قضیه عاشورا، شناخت خود امام حسین. یعنی اصل اول ما بگیم، حالا نکته حضرت علی از باب تواضع شاید بفرمایید، اصل باید اینا رو بدونیم. اصل اول بعد از تخصص اینکه سنخیت روحی داشته باشه با بحث. یه جنایتکار نمیتونه از مظلومیت سخن بگه. و موضوع دیگر که الان به سرانجام رسید، بحث ما انشاءالله میرسه بحث سوم، اینه که شخصیت حضرت رو بتونه بشناسه، درک کنه در حد معقول و معمول، و الا شناخت حضرت تقریبا امری شبه به محال، ما داریم از سایه اندازه میگیریم. بله، شکی نیست. این شناختی که عرض میکنم شناختی که در حد ما هاست، و الا طبیعی است اون شناختی که حقیقت سید و شهدا رو کسی میخواد بشناسه خودشون میدونن و خود اهل بیت و پیامبر و خدا. بله. و این درش تردیدی نیست. در این هست که حداقل این شناخت رو داشته باشه که امام کیه. بله. یعنی او رو به عنوان یک رهبر سیاسی یا یک فرض بفرمایید فردی که پیشوای یک جامعه ای رو به عهده گرفته، اصلا از این زاویه نباید نگاه کنه. او امامه. اتفاقا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه تو نامه هاشون به مردم کوفه رو این موضوع امامت تاکید دارن تا امارت و حاکمیت. بله. بحث این نیست که من بخوام در یه جامعه به طور مقطعی حرکتی رو انجام بدم. این هستش که باید اینو بدونه، باید بدونه که امام کیه. اون کسی است که در واقع در امر الهی، در واقع الممتثلین لامر الله در زیاد جامعه هستش، اونا مجری امر خدا هستن. و در واقع اصلی ترین چیز در این واقع این است که مشیت الهی در واقع اقتضا کرده که چنین حرکتی انجام بشه. لذا حضرت به اونایی که یه مقداری با دیگران متفاوت بودن، وقتی میپرسیدن که چرا دارید میرید، چرا زن و بچه رو میبرید، میفهمن ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا، یعنی این مشیت خداست. در روز عاشورا سید الشهدا میفرماید قد اذن لکم، ان الله قد اذن لکم فی القتال. خدا اصالت داره، یعنی بقیه چیزها که حضرت فرمود یا ما برداشت میکنیم محصول دست دوی نهضته. من اجازه میخوام از شما یه نکته رو اضافه کنم، شاید جاش اینجا باشه از باب اینکه درس پس بدیم خدمت شما. ما در اولیاء الهی، انبیا و ائمه معصومین، گاه به یه اوامری برمیخوریم که حضرت علی الان اشاره کردی به مشیت، اجرای مشیت الهی. یه اوامری میبینیم که اینها خاصن، مثلا به طور خاص به حضرت ابراهیم میگه بچه عزیزت رو، پسر عزیزت رو ببر قربانگاه سر ببر. حضرت ابراهیم که نمیدونست که بناس کبشی بیاد و فلان و اینا. همه ادیان، همه آیین‌ها، مذاهب، مردم به هر شکلی این رو ناپسند میدونن، بریدن سر پسر که اون هم با چه شرایطی، تازه این رو از خدا طلب کردن خدا بهشون داد. یا به حضرت نوح امر میکنه که توی بیابون خشک که صدها کیلومتر از دریا فاصله هست کشتی بساز، کشتی که قطعا 10 متر و 20 متر و 30 متر نیست، از هر موجود زنده ای جفتی توش بذاره، یعنی چه بسا 100 متر و بسا بیشتر. این کشتی رو نمیتونه ببره دریا، دریا رو هم نمیتونه بیاره براش. حالا مردم میان میخوان توضیح بدن که حضرت نوح چرا این کار رو داره میکنه، اصلا قابلیت توضیح نداره. یا سوراخ کردن سفینه، در داستان حضرت خضر داریم، حضرت خضر و موسی سلام الله علیهما
برای کسی نمیتونه توضیح بده که من چرا میخوام این رو سوراخ کنم. مشیت الهی و امر خاص تفاوت داره با امر عام که همه مردم موظف به اجرا هستن. امر خاص خاص آدم های خاصه. لذا میخوام این رو عرض کنم، چه بسا افرادی بیان درباره حضرت امام حسین علیه السلام و حرکت اون حضرت بیان ارزیابی بکنن، تحلیل کنن. ادعی به تعبیر حضرت عالی با پیش داوری میان میگن که حضرت برای تشکیل حکومت، حضرت برای نمیدونم فلان ام، برای نجات مردم و تحلیل های مختلف، در حالی که اصالت بحث در اینجاست که حضرت برای اجرای امر الهی و مشیت خدا. و استاد مستحضر هستید بهتر از من که ائمه ما اوامر خاص دارن، در روایات فراوان داریم. شب قدر اوامر نازل میشه بر امام معصوم، یا این روایت معروف رسول خدا رو داریم که نازل میشود سربسته، آنچه مربوط به رسول خداست باز میکنه، آنچه مربوط به بقیه خلفای اون حضرت هست ائمه اثنا عشر بسته میمانند. حضرت امیر که به امامت رسید باز میکنه اون رو، حضرت امام حسن و الی آخر. خب امام حسین علیه السلام هم همینطور بود، امری الهی داشت، نامه‌ای در بسته‌ای داشت، سر به مهری داشت که اون رو باز کرد، مشیت الهی درش نوشته شده بود. یا بگذاریم از جفر و جامعه و کتاب حضرت فاطمه زهرا و غیره، این ما باید توی تحلیل در نظر بگیریم. میخوام تایید کنم فرمایش حضرت عالی رو که در ادامه بحث هست. این به من گفتم هم اولا که بگیم شاگرد خوبی هستیم، هم که ذهنیت دوستان ما، بینندگان ما با فرمایش حضرت عالی که مشیت الهی رو میخواد اجرا کنه، حضرت شاء الله ان یرانی قتیلا، خدا میخواد من سر بریده ببین، یعنی امر خاص خداست. خدا دوست نداره مردم رو سر بریده ببینه، اما به طور خاص منو میخواد. خدا دوست نداره بندگان او اسیر شوند و بعضی بندگان اسیر بگیرن، خدا دوست داره همه آزاد باشن، اما اینجا به طور خاص میخواد که اینها سبایا باشن، اسیر باشن. در خدمت شما هست. بعد این نکته را من اضافه کنم که مشیت الهی بر اساس حکمتی است که اتفاق میفته، و طبیعتا وقتی پای مشیت الهی پیش میاد، قضیه امام حسین قضیه مقطعی نیست، بلکه قضیه تاریخی میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی هیچگاه این قضیه کهنگی درش وجود نخواهد داشت، این قضیه وجود داره. حتی اگر زمانی که حضرت حجه صلوات الله علیه ظهور بکنن، قصه حرکت امام حسین باز الگو و نمونه برای همه انسان هاست، از این جهت که درس هایی که این واقعه داره. چرا این رو عرض میکنم؟ به اون دلیلی که قرآن کریم خطاب پیغمبر صلی الله علیه میفرماید که وذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد بکن در کتاب از ابراهیم. چیکار کرد ابراهیم؟ میگه یاد بکن از این موضوع، یاد بکن از حرکت خالصانه که ابراهیم برای خدا انجام داد. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، ذکر بکن از مریم، یاد مریم رو بکن. خب همین گونه ما میگوییم که نحن نذکر الحسین، ما یاد از حسین میکنیم به واسطه که قرآن به ما این رو گفته، و این یاد از حسین کردن در راستای قرآنه، و قرآن تا ابد هست، تا حوض کوثر قرآن کریم هست، پس تا حوض کوثر هم ذکر از سید الشهدا باید باشه. چرا؟ چون هیچ کسی مانند امام حسین صلوات الله علیه در عالم محبت خدا، توحید الهی رو، اخلاص رو مانند او نشون نداده. کاش فرصتی به ملسه ظهور نگذاشت. استاد کاش فرصتی می بود درباره همین یاد کرد، انشاءالله جلسه ای حالا تا ببینیم خدا چه تقدیر کند. خب بحثتون رو ادامه بفرمایید، سنخیت رو، شناخت شخصیت حضرت و سایر مباحث رو. نکته بعدی در این زمینه این هست که علاوه بر شناخت خود حضرت، جریان مخالف حضرت این را هم به عنوان یک جریان باید شناسایی کرد. دو تا مطلب در اینجا وجود داره. بله. مطلب اول اینه که خود این گروه و شخصیت ها رو بشناسه انسان. بله. کیان اینا؟ یزید کیه؟ شمر کیه؟ عبدالله بن زیاد کیه؟ و نکته بعدی این است که اینها در واقع
چه جریانی هستند که این جریان هنوز هم ادامه داره در تاریخ بشریت، جاری و ساری این موضوع. اینی که در زیارت عاشورا که خب معاویه حضور نداره در قضیه کربلا، ولی زیارت عاشورا نامش برده میشه، ابی سفیان نامش برده میشه، چون این تفکر و این در واقع دکترین اینجا وجود داره. ولذا باید دقیق بشناسیم یزید یک شناخت شناسنامه‌ای داره، یه شناختی هست که یزید اصلا چه جریانیه، امتداد چه جریانیه، سقیفه از او رو به وجود آورده و او چه چیزی رو بعدها به وجود میاره. حضرت امیر در نهج البلاغه دارن میفرمان لن تعرف رشد حتی تعرف لذی نقره. رشد رو نمیتونی بشناسی مگر اون کسی که نقطه مقابل رشد و ناقض رشد هست رو بشناسی. یعنی تعرف الاشیاء به ازداده هاست، یعنی تا زد رو نشناسی موفق به این شناخت نمیشی. تا کسی در قضیه کسانی که آمدن پس از پیامبر روی کار اونا رو خوب نشناسه، علی شناس خوبی هم نخواهد بود. باید او رو بشناسه تا علی رو خوب بشناسه، باید یزید شناس باشه تا حسین شناس خوبی بتونه بشه، بده امام حسین چیکار کرده. لذا شناخت این گروهی که در مقابل حضرت قرار گرفتن و جریانی که قبل از این گروه بوده در جامعه اسلامی و بعد هم الان امتداد داره، و اون اینه که به نام دین محو دین رو میخواد بکنن، اقدام به محو دین بشه. یعنی این که در بعضی روایات داره که نماز اینها هم منکره. چرا؟ چون اگه نماز نخونن معلومه کیان؟ چنگیزها، نرونها، به پای اینا نمیرسن که. ولی با نماز پوششی روی کارهای زشتشون دارن قرار میدن، پس نمازشون نماز پوششی است، پس نمازشون از منکرشون بدتر هستش. این چنین هست. لذا شناخت اونا خیلی ضروری است، خیلی لازمه که بدون اونا کی هستن. بله. متاسفانه افرادی ما در تاریخ داریم و داریم، گذشته و الان هم هستن، کسانی که سعی در توجیه حرکت اینها میکنند و این برای کسانی که شخصیت اینها رو نمیشناسن گول زننده هست. کسی مثل غزالی، کسی مثل ابن خلدون، کسی مثل ابن عربی، اینا اومدن و اومدن توجیه کردن به عنوانی که حضرت شاه چرا این کاری انجام داده در مقابل خلیفه وقت قیام کرده. غزالی که میگه یزید رو لعنت نکنید، شاید خدا او رو آمرزیده باشه، مگر میشه کسی که فرض بفرمایید هزاران انسان رو بکشه و با یک توبه قضیهش در یک شب پنهانی حل بشه؟ کسی که جلوی جریان عظیم در واقع معنویت رو بگیره و محروم کنه بشریت رو از بسیاری از کمالات با توبه مگر حل میشه؟ اینها در واقع اگر یزید، اگر کسی این بشناسه یزید رو، خواهد فهمید که یزید جسم امام حسین رو در روز عاشورا نشانه گرفت و امثال غزالی جریان سید الشهدا را نشانه گرفتند. یعنی خواهد فهمید که اون کسی که با چراغ کالا رو میبرد دزدیده تر میبرد. لذا هست که شناخت یزید و مانند اینها و اون جریان اونها کمک میکنه که بهتر ما واقعه رو بشناسیم. و اما مورد آخر که بسیار مهم هست، که حالا البته آخر هم درسته اما در فارسی ما آخر میگوییم، و این نکته هستش که ائمه ما در روایات داریم که سخنان ما ذو وجوهه، یعنی چند معنایه هست، چند معنا میده. خب این یک بابیه، باید در موردش خیلی صحبت کنیم. کما اینکه قرآن هم ظاهر داره باطن داره. نمونش همین آیه که شما تلاوت فرمودید، حضرت تأویل کرده بودن فلینظر الانسان الی طعامه، ظاهرش همین قضاست باطنش علمه.
یک مسئله ظاهر و باطن هست، یک مسئله ذو وجوه و ذو ابعاد بودن یک قضیه است. همون گونه که کلام امام ذو وجوهه، یعنی وجوه مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، عمل امام همین گونه هستش. لذا تحلیل واقعه کربلا از یک زاویه نمیشه انجام بشه، چون کسی این رو به وجود آورده که امامه، و امام کسی است که هم سخنش و هم عملش وجوه مختلف و ابعاد مختلفی رو در بر داره، جهات مختلفی درش هست که باید فرد اینها رو دریافت بکنه، بفهمه چیه، و همش هم درسته. مثلا از باب خیلی ساده عرض میکنم و نمونه، این که شما قضیه سید الشهدا رو فقط بخواد از زاویه در واقع مظلومیت نگاه کنی، این غلطه. یک زاویهش اینه، زاویه دیگه درس انسانشناسی داره، از اول تا آخر یه حرکت مستمریه، یک زنجیرهای به هم پیوسته ایه که اگه نگاه کنی از اون ابتدا تا آخر در عرصه انسانشناسی حرف زده. بعد بیاد از زاویه دین نگاه میکنیم، از اون ابتدا تا انتها دین حقیقی رو نشون داره میده، دینی که در واقع تحریف معنایی شده نشون میده، آزادی دین رو نشون میده، دین اهل تحمیل نیست نشون میده، دین اهل معنویت و صفات نیکه نشون میده، همه اینا رو نشون، نماز دین، گذشت دین، صفات همه داره نشون میده. بعد شما بیاد از زاویه توحیدی نگاه کنید، از ابتدا تا انتها درس توحیده. امام حسین اولین سخنش در کنار قبر پیامبر وقتی این حرکت رو میخواد شروع بکنه، بحث این که خدای اون چی که رضای توست میخوام، و آخرین کلامش هم تو قتلگاه همین موضوع همین بود. بله، تمام داره توحیده. شما بیاد اعراض از دنیا، باز از ابتدا تا انتها دقیقا مشاهده میکنید و میبینید. یعنی موضوع این نیست که ما قضیه رو فقط از یک زاویه نگاه کنیم، چون کار کاریست که ذو وجوهه، کما اینکه کلام اونها کلامیست که ذو وجوهه، دارای وجوه و مراتب مختلف و ابعاد گوناگونی هست که باید فردی که میخواد به تحلیل این حرکت بپردازه، باید این نکته ها و این اصول رو توجه داشته باشه، نه اینکه در دام این وجوه، تعبیر دام هم نارواست، یعنی یکی از این وجوه رو برداره بگه این اصالت در اصل اینه، این معیم، این پایه است. ما داریم کسانی که در تحلیل حرکت حضرت سید الشهدا علیه السلام وجهی رو برجسته کردن، کم هم نیستن، به همین خاطر تفاوت دیدگاه پیدا میشه، بلکه به عکس تفاوت دیدگاه نشانه همین فرمایش شماست که ذو وجوهه. بله، حالا همینجوری، یعنی بعضیا میان قضیه رو در واقع فرو میکاهن به یک فروکاستی در اینکه قیام بود، فقط همین، یک جریانی بود در یک زمانی مقابل ظلم اتفاق افتاد. نه، اینجوری نیست. امام حسین در مقابل ظلم ایستاده، امام حسین احیای دین کرده، بقای دین رسول الله به این حرکت بوده، امام حسین یک تابلوی جلوی مردم گذاشته، یک حقیقتی رو نشون داده به مردم که تا ابدیت این وجود داره. امام حسین خیلی کارا کرده در قضیه کربلا، خیلی کار رو انجام داده، خیلی چیزها رو حضرت نشون داده، و این هست که باید فرد خودشو در این مجرا قرار بده تا بفهمه که چه کارهایی انجام شده. خب، پس فرمودید بعد از آن که انسان باید متخصص باشه، شرط اول سنخیت روحیست، بعد از اون شناختی از خود حضرت داشته باشه، مثالهای لطیفی هم زدید. بعد از اون فرمودید که خود دشمن رو هم باید شناخت، یعنی تا وقتی که روز نباشه شب رو نمیشه شناخت، تا شب نباشه روز رو نمیتونیم بفهمیم. تصور بکنیم کسی، بعضی از جاها همیشه ابریست، کسی فضا رو فقط ابری ببینه، این تصویری از روشنا نداره. ذو وجوه بودن حرکت رو هم اشاره فرمودید، و این نکته هم فکر میکنم جای بحث داره که حرکت مقطعی نبوده حضرت حرکتشون، یه حرکتیست که در طول زمان، اشاراتی داشتید اما
فکر میکنم جای بحث همچنان باقی است. ولی حضرت عالی بفرمایید. این حرکت در مقطع بوده اما برای اون مقطع نبوده. طبیعی است در برهه‌ای از زمان این حرکت ها اتفاق میفته، اما یه حرکتی است که در تاریخ جریان پیدا کرده و از کلام آیه للعالمینه. بله. در واقع یک جریانی است که این مانند رود جاری است که در واقع در دلها و قلبهای انسانهای رشد یافته، انسانهایی که اهل حریتن، اهل کمالن، این در واقع در وجود اونها این حقیقت شعله میندازه، جریان پیدا میکنه. این تعبیر آب و آفتابی که شما دارید دقیقا این نکته هست که هم روشنگر اندیشه ها و ضمائر انسانیه، هم سیراب کننده تشنگان محبت و تشنگان حقیقت هستش. این قضیه کربلا، قضیه امام حسین اینه که آب و آفتاب برای همه عالمه. بله پس در مقطعی است اما نه برای اون مقطع. و موجودات زنده از آب و آفتاب هرگز نمیتوانند بگن ما مستغنی هستیم. آقا اشاره کردید به حرکت جریان مخالف، این یک بحث وسیعیه. با سنت رسول خدا چه کار کردن؟ با دین رسول خدا چه کار کردن که منتهی شد به عاشورا؟ میخوام بگم که خود مظلوم حقیقی اینجا خود رسول خداست. مظلومیت حقیقی بار دین شده، رسیده به یه جایی، این محصول تلاش های مخالفان خط اهل بیت، رسیده به یه جایی که دیگه کسی نمونده الا سه نفر یا پنج نفر به سرعت روایت. چه کردن؟ این جریان مخالف چیست؟ یه تصویری در چند دقیقه ما داشته باشیم. بله. ببینید در قرآن کریم آیه است که اشاره میکنه که در قبل از پیامبر خاتم انبیاء الهی که اومدن و بینات یعنی دلیل‌های روشنی رو که ارائه دادند از معجزات، از سخنانشون، بعد از اونها اختلاف کردن. اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. و بعد در این اختلاف جریان تحریف کتاب آسمانی و در واقع فاصله 180 درجه گرفتن از پیام آسمانی بوده. همین تذکر در قرآن کریم خطاب به مسلمان هاست. ولا تکونوا کالذین اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. شما هم نباشید مثل اینها. اما آیات سوره مائده و توبه تصریح داره به اینی که اتفاق داره میفته. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. حکم الهی اومده و اینها دنبال حکم جاهلی هست. که سید الشهدا در همون نامشون میفرماد که امام عامل به کتاب و دائن به دین الحق، یعنی بر اساس حکم الهی حکم میکنه. اونا دو حکم جاهلیت رفته بودن. بحث ارتداد در قرآن اومده، بحث شتاب اینها در کفر در قرآن اومده، همینا رو داره بیان میکنه که در واقع این اتفاقات میخواد بیفته. وقتی اومدن در رأس کار و با شعار قرآن بسندگی آمدن و حسبنا کتاب الله و همین رو هم انجام شد و اون سنت که تبیین کننده و اون بینات دیگر بود، اون بیناتی بود و این رو بینات از بین بردن، طبیعتا مردم برای در واقع فهم و شناخت اون معیارها رو از دست دادن که سراغ کی برن و چه کسی میتونه قرآن رو برشون بیان کنه. رفته رفته کسانی که هیچ درکی از این برنامه هدایت نداشتن، هیچ گونه وارستگی و شایستگی در این زمینه برای اونها نبود، در جایگاه قداست و پاکی نشستند و جریان به گونه ای رقم خورد که در واقع اصبح به فقد که، به فقد او، به نبود امام، کتاب خدا مهجور شد، دین مهجور شد. مولا امیرالمومنین میفرماد ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشیار. دین در دست اشرار بود، کسانی که با نام دین علیه دین شدند، به اسم دین، دین رو از بین بردند،
طبیعی است توسط متولیان دین هست که دین، یعنی کسانی که در ظاهر متولی دینن، دین در واقع تخریب میشه. این حرکت شروع شد و طبیعتاً تخریب با این شروع شد که کتاب از اطرت جدا شد. کتاب که از اطرت جدا شد، کسی نبود کتاب بفهمه. کتاب و قرآن بر اساس امیال شخصی تفسیر و تأویل شد و این همه اختلاف در جهان اسلام در عرصه‌های اعتقادی، فقهی و امثال اینا پدید اومد. و این نکته‌ای بود که در واقع پس از پیامبر جوانش زده شد، شروع به جریان کرد، حرکت کرد و توی روز عاشورا این خودش رو کاملا نشون داد که اون کسانی که میگفتن ما پیرو قرآنی، جوری انجام شده بود که حتی این آیه رو درک نمی کردن که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر می فرماید من اجری از شما نمی خوام جز به مودت ذوی القربا. دیگه آیه مربوط به امامت و ولایت نیست که بگن ولایت معناش محبته و چی و چی، نه، مودت یعنی دوستی. ذوی القربا هیچ کسی نمیتونه منکر بشه که حسین ابن علی صلوات الله علیه ذوی القربا پیامبر. آیا اسب بر بدنش تاختن؟ آیا سر او رو بریدن؟ آیا بر نیزه کردن؟ این مودت ذوی القربا است. و اصلا رفتارهایی کردن آیه دکتر یعنی انسانیت هم نمی کند. رسم در طوایف عرب آن زمان رسمه که برای اینکه یه مقداری طرف مخالف تا طرف مخالف رو به ملایمت دعوت بکنه یه سری کارایی رو میکنن که معلوم وارد جزئیاتش نمیشه، یا نوزاد رو، بچه رو یا زن رو پیش میکشن که حالا مثلا یه مقداری طرف مقابل آرامتر بشه. حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام